فصل هفتم، واژگان. وزیر، نخست وزیر، پیشنهاد، موافقت، مخالفت، تقاضا، استعفا، شکایت، قدردانی، نامه سفارشی، تمبر، پاکت، پستچی، رسید، همکاری، خدمت، ایستادگی، دشواری، دشمن، متجاوز، حمله، دفاع، حق، قول، قرار، دستور، کلمه، معنی، یعنی، اعتماد، خواست، خط، بیسوادی، فقر، شکست، اذیت، درد سر، سردرد، درد دل، دل درد، بار، دوش، یخ، یخچال، آینه، قالی، اتاق خواب، قفل، جاده، دوربین، جواهر، عروس، داماد، خرج، قرض، تنبیه، شک، مسافرت، پولدار، اطاعت، باور، ورزش، اراده، قصد، جانور، مورچه، موش، مزاحم، لوس، وحشتناک، مزمن، منتظر، صبر، مطمئن، امیدوار، مجهز، سیر، عاقل، لازم، علت، به علت، دلیل، به دلیل، وسیله، به وسیله، توسط، عنوان، به عنوان، مانند، درصد، در برابر، در طول، عاقبت، بالاخره، و الا، مگر، مگر اینکه، مثل اینکه، کندن، دوختن، پذیرفتن. درس 19 فعل مجهول. دیده شدم. شناخته می شوی. کشته شده است. فرستاده شده بودین. بخشیده نشده اید. دیده نمی شوند. تمرین 95. بشنوید و تکرار کنید. هیچ صدایی شنیده نمی شد. عاقبت چند هواپیما در آسمان دیده شدند که به سرعت ناپدید شدند. لازم است
که کتاب‌ها هرچه زودتر به کتابخانه برگردانده شوند. لازم نیست همه این مقاله ها از اول تا آخر خوانده شوند. بدون شک لباس به این قشنگی به وسیله خیاط دوخته شده است. چند روز بود که راه به علت برف سنگین بسته شده بود، ولی بالاخره باز شد. هر سال تعداد زیادی از مردم به دلیل تصادف رانندگی کشته می شوند. در حدود 80% نامه ها توسط پست هوایی و 20% به وسیله پست زمینی فرستاده می شوند. از من خواسته شده است که با شما همکاری کنم. هنوز موضوع به خوبی فهمیده نشده است. کلید تمرین 96. 1. نامه سفارشی به وسیله پستچی به من داده شد. 2. جواهرهای خواهرزنم دزدیده شدند. 3. یخ به وسیله فریده از یخچال بیرون آورده شده است. 4. فیلم به وسیله ناصر در دوربین گذاشته شد. 5. لباس عروس به وسیله یک خیاط خوب دوخته شده بود. 6. تمر از روی پاکت کنده شده. 7. زمین به وسیله بعضی جانوران کنده می شود. 8. این گلدان سنگین به وسیله چه کسی روی میز گذاشته شده است؟ 9. گفته می شود که مرده ها به وسیله حضرت عیسی علیه السلام زنده می شدند. 10. لطفاً بلندتر صحبت کنید، صدایتان شنیده نمی شود. 11. همه میوه ها خورده شدند. 12. به شاگردها دستور داده شد که در مدرسه بمانند. 13. بیمار به بیمارستان برده شده است. 14. معذرت می خواهم، آپارتمان هفته گذشته اجاره داده شد. 15. این زمین در آینده نزدیک فروخته می شود انشاءالله. تمرین 97. بشنوید و تکرار کنید. ایستادن. حال اخباری. من می ایستم. من وای می ایستم. تو می ایستی. تو وای می ایستی. او می ایستد. او وای میسته. ما میستیم. ما وای میسیم. شما میستید. شما وای میسیم. آنها میستند. آنها وای میستند. گذشته ساده. من ایستادم. من وایستادم. تو ایستادی. تو وایستادی. او ایستاد. او وایساد. ما ایستادیم. ما وایسادیم. شما ایستادید. شما وایسادیم. آنها ایستادند. آنها وایسادند. منفی. من نمی ایستم. من وای نمیستم. تو نمی ایستی. تو وای نمیستی. او نمی ایستد.
او وای نمیسته. ما نمیستیم. ما وای نمیستیم. شما نمیستید. شما وای نمیستیم. آنها نمیستند. آنها وای نمیستند. من نایستادم. من وای نستادم. تو نایستادی. تو وای نستادی. او نایستاد. او وای نستاد. ما نایستادیم. ما وای نستادیم. شما نایستادید. شما وای نستادیم. آنها نایستادند. آنها وای نستادند. گذشته نقلی. من ایستادم. من وایستادم. من نایستادم. من وای نستادم. تو ایستاده ای. تو وایستادی. تو نایستاده ای. تو وای نستادی. او ایستاده است. او وایستاده. او نایستاده است. او وای نستاده. ما ایستاده ایم. ما وایستادیم. ما نایستاده ایم. ما وای نستادیم. شما ایستاده اید. شما وایستادیم. شما نایستاده اید. شما وای نستادیم. آنها ایستادند. آنها وایستادند. آنها نایستادند. آنها وای نستادند. گذشته دور. من ایستاده بودم. من وایستاده بودم. من نایستاده بودم. من وای نستاده بودم. تو ایستاده بودی. تو وایستاده بودی. تو نایستاده بودی. تو وای نستاده بودی. او ایستاده بود. او وایستاده بود. او نایستاده بود. او وای نستاده بود. ما ایستاده بودیم. ما وایستاده بودیم. ما نایستاده بودیم. ما وای نستاده بودیم. شما ایستاده بودید. شما وایستاده بودید. شما نایستاده بودید. شما وای نستاده بودید. آنها ایستاده بودند. آنها وایستاده بودند. آنها نایستاده بودند. آنها وای نستاده بودند. حال التزامی. اگر بایستم. اگر وایستم. اگر نایستم. اگر وای نستم. اگر بایستی. اگر وایسی. اگر نایستی. اگر وای نستی. اگر بایستد. اگر وایسه. اگر نایستد. اگر وای نسه. اگر بایستیم. اگر وایسیم. اگر نایستیم. اگر وای نسیم. اگر بایستید. اگر وایسین. اگر نایستید. اگر وای نسین. اگر بایستند. اگر وایسن. اگر نایستند. اگر وای نسن. امر. بایست. وایسا. نایست. وای نسا. وای نس. بایستید. وایسین.
نایستید. وای نستین. کلید تمرین 98. 1. شما ایستاده اید. 2. او ایستاده است. 3. من وای نمیستم. 4. آنها هرگز نمی ایستند. 5. ما هرگز وای نمیستیم. 6. کی پشت در وای ساده؟ 7. روبروی من وای نست. 8. هیچ وقت وسط جاده وای نست. 9. او همیشه در مقابل آینه ایستاده است. 10. یه چند دقیقه وایسا تا قطار بیاد. تمرین 99. بشنوید و تکرار کنید. تو لازم نیست بروی. خواندن این کتاب وقت زیادی لازم دارد. من اتاق خواب به اون بزرگی را لازم نداشتم. لازم است هر چه زودتر به خانه برگردید. جنابالی هر چه لازم دارید به بنده بفرمایید تا فوراً خدمتتان بفرستم. خیر قربان، لازم نیست سرکار تشریف بیاورید اینجا. بنده می آیم خدمت جناب عالی. ببخشید قربان، چه ساعتی تشریف می برید خانه؟ خوب شد که آمدید، من داشتم خسته می شدم. خوب شد که بالاخره هوا آفتابی شد و الا ما نمی توانستیم برویم کنار دریا. من در خدمت شما هستم. تنها چیزی که برای این اتاق لازم است یک قالی است. تنها کسی که می تواند به او کمک کند شما هستید. من همیشه دوست دارم تنها خرید بروم. او نه تنها مادر من بلکه معلم من بود. کلید تمرین 100. 1. چقدر پول لازم دارید؟ 2. تنها کسی که با او همکاری می کرد من بودم. 3. بالاخره موفق شدم آپارتمان کوچکی در جنوب شهر اجاره کنم. 4. خوب شد که قبلن کتاب را خوانده بودم. 5. جناب عالی هر جا که تشریف ببرید من هم می آیم. 6. لازم نیست چیزی به او بگویید. 7. او دوست ندارد با شما به مهمانی برود. 8. دوست فرانسوی من غذاهای ایرانی را خیلی دوست دارد. 9. خوب شد که استاد آمد و الا کلاس تعطیل می شد. 10. تو نه تنها برادر من بلکه دوست من هستی. مستر کوتاه. خرید. گفت. پرسید. باید رفت. نباید گفت. می شود فهمید. نمی شود کار کرد. تمرین 101. بشنوید و تکرار کنید. بدون پول نمی شود زندگی کرد. به حرف بچه ها باید گوش کرد. دشمن را نمی توان کوچک و ضعیف دانست. به قول آدم دروغگو نباید اعتماد کرد.
هیچ کس نمیداند چه کار باید کرد. متجاوز را باید تنبیه کرد. در تابستان نمی شود لباس گرم پوشید. این خط بد را نمی شود خواند. آیا می شود با این پول کم یک خانه خوب خرید؟ با فقر و بی سوادی باید مبارزه کرد. ببخشید آقا، بلیت رفت و برگشت تا دهلی چند است؟ تمرین 102. 1. در برف نمی شود فوتبال بازی کرد. 2. به نظر من موضوع را باید به او گفت. 3. به آدم ترسو نمیشه اعتماد کرد. 4. با دشمن باید مبارزه کرد. 5. با خواستهای او نباید موافقت کرد. 6. کار را هر چه زودتر باید شروع کرد. 7. دیروز خرید خوبی کردم. 8. متاسفانه ازدواج او با شکست روبرو شد. 9. لطفاً رسید پول را هر چه زودتر برایم بفرستید. 10. اول باید دید حق با کیست. 11. در برابر دشواری ها باید ایستادگی کرد. 12. بچه ها را نباید لوس کرد. درس 20. جمله های شرطی. اگر همین الان برویم به اتوبوس میرسیم. اگه فردا بارون بیاد نمیتونیم بریم جنگل. اگر هر صبح ورزش بکنی ارادت قوی میشود. اگر همین الان میرفتیم به اتوبوس میرسیدیم. اگر دیروز تند رفته بودیم به اتوبوس رسیده بودیم. اگر دیروز تند می رفتیم به اتوبوس می رسیدیم. اگر دیروز تند رفته بودیم به اتوبوس می رسیدیم. اگر او رفت من هم می روم. اگر او رفت تو هم برو. کلید تمرین 103. 1. اگر دستتان را توی آتش بگذارید می سوزد. 2. اگر لیوان را نگرفته بودم شکسته بود. 3. اگر پول داشتم ماشینتان را می خریدم. 4. اگر هوا خیلی سرد بشود مجبور هستیم پالتو بپوشیم. 5. اگر خدایی نکرده از پله ها بیفتید پایتان می شکند. 6. اگر چند دقیقه بیشتر صبر می کردم می توانستم وزیر را ببینم. 7. اگر شما نخست وزیر بودید چه کار می کردید؟ 8. اگر من جای شما بودم با پیشنهاد او موافقت می کردم. 9. اگر کسی به تو حمله کرد تو از خودت دفاع کن. 10. اگر پولدار بودم یک بیمارستان مجهز برای بیمارهای فقیر تأسیس می کردم.
کلید تمرین 104. 1. اگر تو بیایی من هم میایم. 2. اگر آنها از من سوال کردند من به آنها جواب میدهم. 3. اگر درست نگاه کنید خیلی چیزها میبینید. 4. اگر دیروز کمتر خرج کرده بودید، امروز مجبور نبودید قرض کنید. 5. اگر در خانه را قفل کرده بودید، دزد هرگز نمی‌توانست آن را باز کند. 6. اگر او معنی این کلمه را می‌دانست، هرگز آن را بر زبان نمی‌آورد. 7. اگر بیش از این مزاحم من بشوی به پلیس شکایت میکنم. 8. اگه شما پالتو بپوشین مطمئنن سرما نمیخورید. 9. اگر شما با تقاضای من مخالفت کنید از کار استعفا میکنم. 10. اگر موضوع برایتان مهم نیست، سعی کنید آن را فراموش کنید. 11. اگر پرویز عاقل بود، پیشنهاد مرا میپذیرفت. 12. اگر از دستور رئیستان اطاعت نکنید، او شما را اخراج میکند. 13. اگر راننده دقت می کرد این تصادف وحشتناک پیش نمی آمد. تمرین 105. بشنوید و تکرار کنید. مگر این که. مگر شما شبها خوب نمی خوابید. چرا؟ پس چرا روزها چرت میزنید؟ مگر شما شبها خوب نمیخوابید؟ نه خیر. پس چرا نمیرین دکتر؟ برای اینکه دکترم رفته مسافرت. مگر دیروز نرفتی بازار؟ نه. چرا؟ برای اینکه جمعه بود. روز جمعه همه مغازه ها بسته هستند. مگر دوباره سیگار کشیدی؟ آره. مگر قرار نبود که سیگار را ترک کنی؟ پس چرا دوباره کشیدی؟ باور کنید یادم رفته بود. مگر اینکه شما کمک کنید و الا من نمی توانم این بار سنگین را به دوش بکشم. غذات رو خوردی؟ آره. چطور مگه؟ هیچی. فکر کردم با هم غذا میخوری. شما مگه سیر نیستین؟ نه تنها سیر نیستم، بلکه دارم از گرسنگی میمیرم. شما مگر در طول روز چیزی نمیخورید؟ چرا؟ یه چایی با کیک نزدیک ظهر میخورم. کلید تمرین 106. 1. من اگر جای شما بودم ماشین به این کوچکی را نمیخریدم. 2. اگر شما جای من بودید آیا به او اعتماد میکردی؟ 3. اگر شما قبلاً به من گفته بودید، نمی گذاشتم برود. 4. حرف او را باید باور کرد. 5. به شاگردها باید اعتماد کرد. 6. من شما را نمی بخشم، مگر اینکه از من معذرت بخواهید. 7. مگر اینکه آهسته خرج کنی
و الا پول رو دست تو نمیدم. 8. مگر شما صبحانه ایتان را خورده اید؟ 9. بله. چطور مگه؟ 10. ولی شما قرار بود برای من صبر کنید. 11. مگر شما شنبه گذشته او را ندیدید؟ 12. نه خیر. 13. چرا؟ 14. برای اینکه در خانه نبود. 15. مگر شما دیروز به اداره نرفتید؟ 16. چرا؟ رفتم. کلید تمرین 107. مگر، چرا، بله. 1. مگر دیشب خوابتان برد؟ 2. بله. 3. او مگر از حرف من خندهش گرفت؟ 4. نه. 5. تو مگر چتر با خودت نمیبری؟ 6. چرا؟ 7. شما مگر گرسنه‌تون نیست؟ 8. نه. 9. او مگر اسم من یادش میاد؟ 10. بله. 11. مگر از این فیلم خوشتان نیامد؟ 12. چرا؟ 13. مگر در این هوای سرد شما سردتان نمی شود؟ 14. نه. 15. اونا مگه از کارهای من حسشون گرفته؟ 16. بله. 17. آنها مگر کشورشان را دوست ندارند؟ 18. چرا؟ 19. شما مگر از آدم منافق بدتان نمی آید؟ 20. چرا؟ تمرین 108. بشنوید و تکرار کنید. دست کم 6 ماه است که دخترم را ندیدم. دلم برایش تنگ شده. دلم می خواهد هرچه زودتر برگردد. بالاخره خانه ای را که دلش می خواست پیدا کرد. از دست او به تنگ آمدم، ولی دلم نمی آید اذیتش کنم. دلم برایش می سوزد. فقط دلم می خواهد کمی سر به سرش بگذارم. دست از سرم بردار. امشب حوصله هیچ کاری را ندارم. دلم گرفته. نمی دانم چرا دلم شور می زند. مثل این که منتظر خبر بدی هستم. از دیشب تا حالا سردرد دارم. متاسفانه اشتباه وحشتناک آنها دردسر زیادی برایشان فراهم کرده است. دلش گرفته بود، ولی از دیدن من دلش باز شد. دست کم 2 ساعت برایم درد دل کرد. از همه چیز و همه جا صحبت کرد، حتی از دل درد مزمن پدرش. امیدوارم حرف مرا به دل نگیرید. قصد بدی نداشتم. یک شکست نباید شما را دل سرد کند. دوباره کوشش کنید.
مطمئنن قدردانی شما او را نسبت به کارش دلگرم می کند. متاسفانه از دست من کاری ساخته نیست. خواهش می کنم گاهی به من سر بزنید. کلید تمرین 109. 1. چطور دلتان می آید بچه به این کوچکی را کتک بزنید؟ 2. آیا دلتان می خواهد با دوستتان درد دل کنید؟ 3. مطمئن هستم که او حرف شما را به دل گرفته است. 4. از دست این موش‌های مزاحم به تنگ آمدم. 5. دلم برای این حیوان بیچاره می سوزد. 6. دلم هرگز نمی خواهد برای تان درد سر درست کنم. 7. خواهش می کنم حرف این بچه رو به دل نگیرین. 8. چه غذایی امروز دلتون می خواد؟ 9. دلم از ناراحتی مردم می گیره. 10. پسرم هنوز از مدرسه بر نگشته. دلم شور می زنه. کلید تمرین 110. 1. از شنیدن اون آهنگ دلم واز شد. 2. خواهش می کنم حرف مرا به دل نگیرید. 3. دست از سر او بردار. 4. دلمان برایتان تنگ می شود. 5. سعی می کنم او را به درس خواندن دلگرم کنم. 6. آیا حرف های من او را دلسرد کرده است؟ 7. من از دست این سگ مزاحم به تنگ آمدم. 8. این نامه برایتان دردسر فراهم می کند. 9. دلت چی می خواد؟ 10. دلم نمیاد اذیتش کنم. 11. مگه دلت براش می سوزه؟ درس 21. نقل قول. غذایم را خوردم. نقل قول مستقیم. علی گفت غذایم را خوردم. علی گفت غذایش را خورد. نقل قول غیر مستقیم. علی گفت که غذایش را خورده است. تمرین 111. بشنوید و تکرار کنید. الف گذشته ساده، گذشته نقلی. رضا گفت دیروز سهراب را دیدم. او گفت دیروز سهراب را دید. او گفت که دیروز سهراب را دیده است. به گذشته دور، گذشته دور نقلی. مجید گفت من پدر شما را دیده بودم. مجید گفت او پدر مرا دیده بود. مجید گفت که او پدر مرا دیده بوده است. پ گذشته استمراری، گذشته استمراری نقلی. پرویز گفت من رضا را هفته یک بار می دیدم. او گفت
رضا را هفته یک بار می دید. پرویز گفت که او را هفته یک بار می دیده است. ت بدون تغییر. سیما گفت من مجله آینده را همیشه می خوانم. سیما گفت که مجله آینده را همیشه می خواند. اکبر گفت درباره محسن با آقای وزیر گفتگو کردم. اکبر گفت درباره محسن با آقای وزیر گفتگو کرده است. مادرم گفت باید فردا اتاقت را تمیز بکنی. مادرم گفت باید فردا اتاقم را تمیز بکنم. لطفاً فردا صبح به اداره سری بزنید. او خواهش کرد که فردا صبح سری به اداره بزنم. فردا ممکن است باران بیاید. او پیش بینی کرد که فردا ممکنه بارون بیاد. او پیش بینی کرد که فردا ممکن است باران بیاید. تمرین 112. خواندن. پیامبر گرامی اسلام با کودکان مهربان بود. حضرت محمد درود خدا بر او باد به کودکان بسیار علاقه داشت و با آنها به احترام رفتار می کرد. حتی پیش از آن که کودکان به پیامبر سلام کنند او به آنها سلام می کرد. همیشه درباره بچه ها به مسلمان ها سفارش می کرد و می فرمود کودکان را گرامی بدارید و با آنها مهربان باشید. کسی که به کودکان مهربانی نکند مسلمان نیست. یکی از اصحاب پیامبر میگوید روزی نماز را با حضرت محمد خواندم و با او به طرف خانه رفتم. عده‌ای از کودکان را دیدم که با شادی به استقبال آن حضرت آمدند. پیامبر آنها را نوازش کرد، با مهربانی دست بر سرشان کشید و با خنده و خوشرویی با آنها گفتگو کرد. کلید تمرین 113. 1. او گفت که حضرت محمد به کودکان بسیار علاقه داشته است. 2. او گفت که با بچه‌ها به احترام رفتار می‌کرده است. 3. او گفت که پیش از آن که کودکان به پیامبر سلام کنند او با آنها سلام می‌کرده است. 4. او گفت که او همیشه درباره بچه‌ها به مسلمان‌ها سفارش می‌کرده است. 5. او گفت که پیامبر می فرموده است که کودکان را گرامی بدارید. 6. او گفت که با آنها مهربان باشید. 7. او گفت که کسی که به کودکان مهربانی نکند مسلمان نیست. 8. او گفت که یکی از اصحاب پیامبر می گوید. 9. او گفت که یک روز نماز را با حضرت خوانده است. 10. او گفت که با او به طرف خانه رفته است. 11. او گفت که عده‌ای از کودکان را دیده است. 12. او گفت که بچه‌ها با شادی به استقبال پیامبر آمده‌اند. 13. او گفت که پیامبر آنها را نوازش کرده است. 14.
او گفت که پیامبر با مهربانی دست بر سرشان کشیده است. 15. او گفت که حضرت محمد با خنده و خوشرویی با آنها گفتگو کرده است. صفت منفی، نادرست، ناراحت، ناتمام، بیکار، بیمعنی، بیدقت. مصدر منفی، نبودن، نرفتن، کار نکردن. صفت مثبت، با اراده، با شعور، با شرف. تمرین 114 بشنوید و تکرار کنید. این صندلی ناراحت است، روی آن یکی بنشینید. هوشنگ اصولاً آدم ناراحتی است، مواظب او باشید. این یک تفسیر نادرست از شعر حافظ است. خوشحالم که بالاخره موفق شدید مقاله ناتمام خود را تمام کنید. دوست شما آدم بی‌دقتی است. در این شهر آدم بیکار نمیتوان پیدا کرد، همه کار دارند. چرا بیکار نشسته اید؟ این کلمه بیمعنی را کجا دیده اید؟ بودن یا نبودن شما در اینجا مسئله ای را حل نمی کند. او مرد با شرفی است و هرگز خیانت نمی کند. او بی تو هیچ کاری نمیتواند بکند. من با شما هیچ کاری ندارم. کلید تمرین 115 نفهمیدن، بی نمک، بی حوصله، بی خطر، ناآرام، باهوش، نخوابیدن، نامحترم، بی سلیقه، نخواستن، نامطمئن، ناممکن، حرف نزدن، بی فکر، نیفتادن، ناخوش، بی مزه، بی ادب، بی حرکت، ناپاک، ناآشنا، بی گناه، نبخشیدن، نایستادن، ناحق، بی معنی، بی درد سر، بی اراده، بی شعور، ناپیدا. کلید تمرین 116 بی شعور، بی اراده، بی حوصله، بی هوش، بی سلیقه، بی مزه، بی دقت، بی تربیت، بی انصاف، بی علاقه، بی معنی، بی ادب. من هم همینطور. رضا پولش را خرج کرده است. من هم خرج کردم. من هم همینطور. من هیچ وقت از کسی پول قرض نمی کنم. او هم همینطور.
او هم نمی کند. پروین نمی تواند آلمانی صحبت بکند. شما هم همینطور. شما هم نمی توانید. از دیدار شما خیلی خوشحالم. من هم خوشحالم. من هم همینطور. تمرین 117. 1. من از بیکاری بدم میاد. منم همینطور. منم بدم میاد. 2. حسن مردی را که کنار پنجره ایستاده بود نشناخت. من هم نشناختم. 3. بابک سیگار را ترک کرده است. افشین هم همینجور. 4. امروز خیلی دلم گرفته. دل من هم گرفته. 5. از دست او به تنگ اومدم. من هم همینجور. 6. از دست احمد کاری ساخته نیست. از دست شما هم کاری ساخته نیست. 7. دلم برای بچه ها تنگ شده. دل من هم همینطور. دل من هم تنگ شده. 8. من پدر جواد را ندیده بودم. من هم ندیده بودم. من هم همینطور. 9. نمیدونم چرا غذاش رو نمیخوره. من هم نمیدونم. 10. اکبر آدم بسیار با دقتی است. پرویز هم همینطور. سؤال پایان جمله. شما کشورتون رو دوست دارین؟ ندارین؟ او هیچی نخرید. خرید؟ فارسی زبون سختی نیست. هست؟ او دوستهای زیادی داره، مگه نه؟ تمرین 118. 1. اونا قبلن من رو دیده بودن، مگه نه؟ 2. امروز هوا خیلی سرده، نیست؟ 3. شما دیروز خونه نبودین، بودین؟ 4. ملت از خواب بیدار شده، مگه نه؟ 5. شما هنوز نمیدونین اسم من چیه؟ میدونین؟ 6. او هنوز نمیدونه من کیم، میدونه؟ 7. حمید یک کمی عصبانی بود، مگه نه؟ 8. تو حقیقت رو به من میگی، نمیگی؟ 9. شما فردا به اداره نمیرین، میرین؟ 10. امروز حالش خیلی بهتره، مگه نه؟ هم نه نه یا چه سعدی هم شاعر بود و هم نویسنده. متاسفانه من نه زبان روسی میدانم و نه آلمانی. لطفاً یا بیایی تو یا بروید بیرون. دم در نیستید. لطفاً یا بیاییم تو یا بریم بیرون. دم در وای نستیم. چه غذا را بخورید و چه نخورید پول آن را باید بدهید. چه غذا را بخورید و چه نخورید پولش را باید بدین. کلید تمرین 119. 1. دیروز نه من و نه او هیچ کدام اینجا نبودیم. 2. یا خودتان بیایید
و یا برادرتان را بفرستید. سه، فردا چه شما بیایید و چه نیایید من مجبورم بروم. چهار، چه این کتاب را انتخاب کنید و چه آن را، قیمت هر دوتا یکی است. پنج، من هم آقای رئیس را دیدم هم معاونش را. شش، پدر من نه فرانسه می دانست نه ایتالیایی. هفت، او نه می داند و نه می خواهد بداند که چه شده است. هشت، شما هم مقاله مرا خواندید و هم مال او را، واقعا کدام یک بهتر بود؟ نه، ابن سینا هم طبیب بود و هم ادیب، هم فیلسوف بود و هم دانشمند. ده، من هم گل نرگس را دوست دارم و هم گل یاس را. آرایش جمله. قید زمان: فاعل، مفعول سری، مفعول غیر سری. قید ف: دیروز من پسرم را با یکی از دوستهایش برای گردش به یکی از روستاهای کرج بردم. کلید تمرین 120. یک، من امروز 4 کیلو انار از میوه فروشی برای دوستم خریدم. دو، خیلی دلم میخواهد دوباره شما را ببینم. سه، من مادرم را بیش از هر کس دوست دارم. چهار، ابن سینا در حدود 1000 سال پیش در ایران به دنیا آمد. پنج، او کتابخانه کوچکی برای خود درست کرد. شش، یکی از شاگردها داستانی را در کلاس تعریف کرد. هفت، هرچه برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. هشت، آقای آمری خواندن و نوشتن را به من یاد داد. نه، هر سال مقدار زیادی نفت از ایران به کشورهای دیگر فرستاده می شود. ده، من زیباترین گل بهاری را در خنده آن بچه یتیم دیدم.